بزرات هشم نسل و نسلیخ، توراسی بالان و مشه، مرشا، قهیلت یعقوف. شیور امروز در رابطه با خگ های ایلانوت، جشن ایلانوت یا درختانه و اختصاص داره برای ایلوی نشمای ایمانوئل بن یوسف و یوسف بن ابراهام و کلال نفتار اسرائیل. خخامیم در میشنا مسخت روششانا ایلانوت را یعنی پونزدهم شوات را یکی از روششاناها ابتدای سالها میشمارن و اعلام میکنن. در اونجا گفته شده که چند تا روش هشانا وجود داره که هر کدوم از اینها ابتدایی سال برای یک موضوعه و روش هشانا لیلانوت یعنی ابتدای سال برای درختان در روز پونزدهم ماه شواته. منظور چیه که ابتدای سال برای درختان؟ بعضی افراد به اشتباه تصور میکنن که منظور از خگهای ایلانوت و روش هشانا ابتدای سال برای درختان مثل روش هشانا برای خود ماست که چطور در روش هشانا برای ما قضاوت میشه که سال چگونه باشه، برای انسانها قضاوت میشه، در مورد درختان هم در روش هشانای خودشون اینگونه میشه. ولی این اشتباهه، به خاطر اینکه به وضوح خخامین میفرماین که در روز شاووته که در مورد درختان قضاوت میشه که چقدر میوه بدن و رشدشون به چه شکلی باشه. اما روش هشانا برای درختان موضوع دیگریه. این چیه توضیحش؟ ما فرمانی داریم به اسم فرمان اورلا. اورلا یعنی تورا واضحاً دستور داده که وقتی که درخت میوهی میکاریم تا 3 سال، اگر 3 سال اول از زمان کاشتش میوه داد، اون میوه استفاده کردنش آسوره. به اصطلاح بهش اورلا گفته میشه، یعنی بسته است، یعنی ممنوع ازش استفاده کنن. مثلا اگر که شخصی اومد یه نهال سیب یا نهال هلو یا هر درختی را کاشت و این بعد از 1 سال از زمان کاشت نهالش میوه داد، این میوه را آسوره استفاده بکنن و ایسورش هم ایسور حناست، یعنی ممنوعیت استفاده کردنه، یعنی هیچ گونه استفاده ازش نمیشه برد، حتی نمیشه اون را فروخت به غیر اسرائیل، یا حتی نمیشه اون را به عنوان کود ازش استفاده کرد یا به حیوانش بده، ممنوع کاملا. خب این 3 سال چگونه محاسبه میشه؟ آیا ما 3 تا 365 روز میخواییم؟ نه، 3 تا 365 روز نمیخواییم. نحوه محاسبه این 3 سال پیچیدگی های خاص خودشو داره، در شولخان آروخ یوردعا توضیح داده شده. بعضی وقتا هستش که بیشتر از 3 تا 365 روز میشه و بعضی وقتا هم هستش که کمتر. به عنوان مثال در هلاخا ذکر شده که اگر نهالی 44 روز قبل از اول تیشره یعنی روش هشانا کاشته بشه، این 44 روز خودش 1 سال محسوب میشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که نهالی کاشته میشه 2 هفته زمان لازمه، 14 روز زمان لازمه تا اینکه این نهال در خاک، در خاکی که کاشته شده، خودش رو بگیره و ریشه بده و بعد از اون 30 روز دیگه که رو هم میشه 44 روز، 30 روز خودش 1 سال محسوب میشه از برای موضوع اورلا. در نتیجه اگر 44 روز قبل از اول تیشره یعنی روش هشانا نهالی کاشته شده، این خودش 1 سال محسوب میشه. این میشه سال اول. یعنی به عبارت دیگه اگر بخوایم رو تاریخ بگیم، اگر 16 قبل از 16 آف، قبل از 16 ماه آف نهالی را ما بکاریم، وقتی که روش هشانای خودمون میرسه این 1 سال شده. 2 سال دیگه باید محسوب حساب بکنیم و رو هم میشه 3 سال. ولی هنوز استفاده کردن از میوه ها مجاز نیست، چون درسته که بعد از 2 سال دیگه روش هشانای خودمون رسیده، ولی هنوز روش هشانای درختان نرسیده. بنابراین بعد از اول تیشره باز باید صبر کنیم تا تو بیشوات 15 شوات که روش هشانا برای درختانه و اون وقته که این 3 سال کامل شده و دیگه این میوه ها اورلا نیستن. اما هر میوهی که قبل از 15 شوات یعنی همین خگ ایلانوت، روش هشانای ایلانوت
در اومده، این اورلا محسوب میشه و خوردنش، استفاده کردن ازش ممنوع، فرمان نهی توراست که آسور به هنه است. و البته در سال چهارم هم به صورت عادی مجاز نیستیم که ازش استفاده کنیم. قدیم زمانی که ما به تمیقداش داشتیم، میوه های سال چهارم را به اصطلاح بهش میگفتن نتر روایی و موظف بودیم که اون را ببریم به یروشلایم و در اونجا از اون استفاده بکنیم. اما امروزه که همچنین چیزی نیست، ما اون میوه های سال چهارم را باید پیدیون بکنیم، یعنی بازخرید بکنیم، به این معنا که سکه ای را میاریم و میگیم که این میوه های سال چهارم بر روی این سکه پیدیون بشه. سکه هر قیمتی باشه، هر اندازه‌ای باشه، مهم نیست، فقط شاب پروتا باید باشه و اون تقدس میوه های سال چهارم بر روی اون سکه قرار میگیره. بعد از اینکه بازخرید یا پیدیون انجام میشه، اون سکه دیگه قابل استفاده نیست و اون رو باید از بین برد، دور انداخت. پس مهمترین مبحث هیلخاتی که ارتباط داره با توبیشوات، خگیلانوت، همین موضوع اورلاس و به همین دلیل هم توبیشوات، 15 شوات، روششانا برای ایلانوت خونده شده. اما در این حال رسمی در بین جوامع اسرائیل حدود چند صد ساله که جا افتاده و اون اینه که در روششانا لایلانوت، در 15 ماه شوات، انواع و اقسام میوه ها را میگیرن، میوه های درختی، زمینی، انواع خوراکی ها، و بر روی اون براخا میگن و از حوادث بار خود تشکر میکنن که تمام این نعمت ها را آفریده. این رسم خیلی خوبیه. البته چند نکته رو باید دقت کرد. یکی این که باید دقت کرد که براخا ها را درست گفت و بر روی هر چیزی اون براخای صحیحش گفته بشه. دوم این که ترتیب براخاها رایت بشه. به عنوان مثال براخای مزونوت بر سایر براخاها ارجحیت داره، یعنی قبل از همه گفته میشه. و یا براخای میوه هایی که میوه های ارسه باید اول گفته بشه و سایر براخاها رو معاف میکنه. مثلا زیتون بر سایر میوه های درختی، کل میوه های درختی، حتی سایر میوه های رز مثل انگور اولویت و ارجحیت داره. موضوع بعدی اینه که براخای بیهوده نباید گفته بشه. براخا لبتالا یا براخا شنا سریخا، هر دوش ممنوعه. براخا لبتالا وقتیه که انسان براخای باطل بگه، یعنی موظف نیستش براخا بگه و بیهوده براخا میگه. مثلا کسی که یک بار در این شب بر سر میز براخا گفت، براخای هایسا گفت، هاداما رو گفت، دیگه بر میوه های دیگه نباید براخا بگه. در صورتی که براخا بگه، این براخا لبتالاست، براخای بیهوده است. و موضوع دیگه که باید دقت کرد اینه که میوه ها را چک کرد که حشره یا کرمی نداشته باشن. خوراکی ها را حتما چک کرد، به خصوص آجیل ها را که وقتی میمونه احتمال اینکه کرم بزنه خیلی زیاده، باید حتما چکش کرد. به عنوان مثال پسته، لازم نیستش که هر پسته ای را که باز میکنیم حتما چک بکنیم، البته بهتر هست ولی لازم نیست، ولی حداقل اینه که چند تا اون پسته ها را اول باز کنیم و ببینیم که کرم نزده و به این شکل خزاقا ایجاد میشه، یعنی اعتباری ایجاد میشه که مشخص میشه که این کل این پسته ها به اعتبار اینن که کرمی ندارن، حشره نزدن، و بعد میشه بقیهش هم استفاده کرد اگر همش را از یه جا گرفتیم و یه مدله. در مورد سایر میوه هم همین حالت و همین قانونه. مثلا خرما را بله بهتره که همش را دونه دونه باز کرد و دید، اما از اصل قانون اگر که همش یه نوعه و توی یه بسته است، این رو میشه سه تا شد چک کرد و اگر نداشت بقیهش هم میشه به اعتبار اینکه به خزاقای اینکه کرم نداره، تولایم نداره استفاده کرد. در مورد حشرات باید خیلی دقت بشه، به خاطر اینکه چندین فرمان نهی تورا برای هر حشره‌ای وجود داره. از بعضی نظرات خوردن یه حشره، از حتی خوردن گوشت نولا و ترفا
یا خزیر هم سخت‌تره، به خاطر اینکه در مورد اونها یک فرمان نهی وجود داره، اما در مورد خوردن نخوردن حشرات، ممنوعیت انواع حشرات، چندین و چند فرمان نهی وجود داره. بنابراین خیلی باید دقت کرد که اون خوراکی هایی که میخوریم آلوده به حشرات و طلاییم نباشه. اما در مورد قوانین کدیما و براخوت، یعنی تقدم در براخه ها، یه اشاره کوچیک کردیم اما مفصلتر توضیح میدیم. و اون این که میوه هایی که به عنوان میوه های ارس اسرائیل در تورا گفته شده در سفر دواریم و ارس در مورد اونها تسبیح شده، تعریف شده، اونها مقدم هستن به سایر میوه ها که اول بر روی اونها براخا بگیم. پاسخ میفرماید ارس خیتاوس اورا اوس و گفن و تناو ریمون ارس زد شمن و دواش، یعنی سرزمین گندم و جو و انگور و انجیر و انار، سرزمین زیتون روغنی و دوش. دوش دوتا معنی داره، هم معنی عسل زنبور میده دوش در عبری، هم معنی شهد میوه ها مثل شهد خرما و یا شهد انجیر. در اینجا منظور شهد خرماست، منظور عسلی که از زنبور گرفته میشه نیست. خب دوتا میوه که اول ذکر شده یا دوتا محصولی که اول ذکر شده، یعنی گندم و جو، که اصلا برای خوش آدم هست، اون جداست قانونش. اما پنج نوع دیگه که همشون قانون براخای هایسا دارن، همشون درختی هستن، اونها ترتیبشون به چه شکلی هستش؟ هر کدوم که هر میوهی که به ارس نزدیکتر نوشته شده باشه اون مقدم تره. دو بار در این پاسخ ارس ذکر شده، در ابتدا میگه ارس خیتا و سورا و گفن و تنا و ریمون، بعد دوباره میگه ارس زد شمن اودواش. نزدیکترین میوهی که به ارس ذکر شده اول بعد از ارس دوم اومده زیته، زد شمن یعنی زیتون، بنابراین زیتون به همه میوه ها مقدمه. دومین میوه که نزدیک به ارسه دوشه، یعنی شهد خرما یا همون خرما، بنابراین خرما بعد از زیتونه. یعنی اگر زیتون نداشتیم بر روی خرما اول براخای هایس میگیم و همه میوه‌های درختی رو به این شکل معاف میکنیم. سومیش گفن یا انگوره، چهارمی انجیره و پنجمی اناره. پس ترتیب به این شکل شد که زیتون اولویت داره، بعد از اون خرما، بعد از اون انگور، سپس انجیر و در نهایت انار. البته این قانون کدیما یعنی حق تقدم فقط در حالتی که ما این میوه ها رو میخواییم بخوریم. یه موقع هستش که یه کسی مثلا زیتون داره ولی نمیخواد اصلا زیتون بخوره، دوست نداره و میخواد سیب فقط بخوره. در چنین حالتی خب چون اصلا نمیخواد زیتون رو بخوره هم روی همون سیب براخا میگه، ولی اگر میخواد زیتون هم بخوره باید روی زیتون براخا بگه، اون مقدمه به سایر میوه ها. و حتی اگر میوه های دیگه هم برای اون ارزش بیشتری داره، بیشتر دوست داره، مثلا پسته را بیشتر از فرض کنید زیتون یا خرما دوست داره، با این وجود باید بر روی میوه های ارس براخای هایس را بگه چون اونها تقدم دارن. اما همونطور که در این پاسخ اشاره کردیم گندم و جو هم در ابتدا ذکر شده، به خاطر اینکه گندم و جو در ابتدا ذکر شده ما این قانون را داریم که براخای هموتسی اولویت داره به سایر براخه ها. یعنی اگر میخواد نون بخوره اول هموتسی بگه و بعد سایر چیزها رو براخه بگه، مثلا های سوها ادام ها را. بعد از اون براخه های مزونوته و در این حال با توجه به اینکه گندم زودتر از جو ذکر شده، گندم اولویت داره به جو، یعنی نونی که یا شیرینی یا کلوچهی که از گندمه این اولویت داره براخا گفتن بر روی اون به نونی که از جو باشه. و بعد از اون همون زیتونه و ادامهش که شمردیم. در مورد میوه هایی که براخای هاداما دارن و میوه هایی که براخای هایست دارن تقدمی از اصل قانون وجود نداره که اول هاداما رو بگیم یا هایست رو بگیم. طبق بعضی نظرها بهتره که
اول حائز گفته بشه. ولی از اصل قانون میشه اول ها ادما رو گفت، به خصوص اگر که میبگی که ها ادما براخاش ها اداماست، را بیشتر دوست داره، براش عزیزتره. یعنی کل این تقدمی که ما گفتیم در مورد میوه هایی که براخای حائز داره، نه اینکه حائز نسبت به ها ادما حق تقدم داشته باشه. از طرف دیگه براخای حائز و ها ادما به شهکل تقدم دارن، به خاطر اینکه مشخص ترن و شهکل یه براخای کلیه، شهکل نیه یا بیدوارو، یعنی همه چیز با فرمان خدا آفریده شده. اما حائز و ادما دقیق گفته شده بوره پری حائز، آفریننده میوه درختی، یا پری ها ادما میوه زمینی. بنابراین حائز و ادما به شهکل حق تقدم دارن و ترجیحاً باید اول حائز و ادما گفته بشه. البته اگر کسی اول شهکل گفت، با توجه به اینکه نیت نداشته که حائز و ادما را پاتور بکنه، معاف کنه، بعدش حائز و ادما را میگه، مگر اینکه واضحاً وقتی شهکل گفته کوانا داشته، نیت داشته که یه میوه‌ای را هم پاتور بکنه که در چنین حالتی دیگه نمیتونه بر روی اون میوه براخا بگه. اما در نهایت یه موردی رو باید اشاره کنم که ارتباط داره با شیور قبلیمون در رابطه با ایغار و تافل، اصل و فر. یکی از مثال‌هایی که ما زدیم در مورد اصل و فر در مورد بستنی بود که وقتی که براخای آخر یا براخای اول هر چیزی گفته میشه، بر روی اون اصل ما براخا میگیم، چه براخای اول و چه براخای آخر، و اون فر را معاف میکنیم. در مورد بستنی فقط این مثال در مورد براخای اولی که صدق میکنه، به خاطر اینکه بر روی بستنی فقط براخای اول گفته میشه، براخای آخر نداره. و علتش هم اینه که خوراکی هایی که مایع هستند اما یخ زدن و جامد شدن، با توجه به اینکه شکه که آیا اینها قانون مایع دارن و باید رویت به اندازه 81 سی سی ازشون به یک بار خورده بشه، نوشیده بشه، و یا اینکه قانون جامد دارن که اون مقداری که باید خورده شه کزیته به اندازه یک زیتونه، بنابراین برای اونها براخای آخر گفته نمیشه. بستنی هم همین حالت داره، براخای آخر بره نفاشوت نداره. و مثالی که در مورد اصل و فرعش زدیم فقط در مورد براخای اولش صدق میکنه، یعنی شهکل میگیم و مزونوت دیگه بر روی اون قیفش یا نونش گفته نمیشه.